بسم الله الرحمن الرحیم ما شما در ویدیو های درسی قبلی بالای ویتامین ها بحث کردیم ویتامین هایی که منحل در آب می باشد بالای این ویتامین ها بحث شروع کرده بودیم و در این ویدیو درسی ما شما بالای ویتامین شش بحث ویتامین بی شش بحث داریم ویتامین بی شش هم یکی از ویتامین های مهمی منحل در آب می باشد که وظایف مختلفی را در داخل وزیت پیش می وقتی ما میگیم ویتامین B6 شش نو مرکب می زیر عنوان یا زیر نام ویتامین B6 موجود باشند اگر پیریدوکسال را در نظر بگیریم این هم یک شکلی ویتامین B6 است اگر ما پیریدوکسامین را میگیم این هم یک شکلی ویتامین B6 میباشد و اگر ما پیریدوکسین میگیم این هم یک شکلی ویتامین B6 میباشد یا هم پیریدوکسال فسفات این هم یک شکلی ویتامین B6 است و همچنین اگر گروه فسفر در بالای پیریدوکس ویتامین نس می شود در موقعیت پنجم این را هم ما شما به نام ویتامین بی 6 می و همچنان اگر یک گروپ فاسفیت بالای پیرودوکسین نس می گردد و این را هم ما به نام ویتامین بی 6 می یعنی از منابعی که ما ویتامین 6 بی 6 می و یا هم ویتامین بی 6 خودش بالای این شش مرکب می تواند اطلاق گردد تمام اینها ساختمان اساسی اینها پیریدین، پیریدین است که در ساختمان اساسی تمام مرکبات ویتامین B 6 که پایرودوکسل است یا پایرودوکسامین است پایرودوکسین است یا هم پایرودوکسل فاسفید است اینها تمامشون اصلا ساختمان اساسیش پیریدین است که بعدا در گروپ های وظیفوی یا در گروپ های فرعی میتواند از همدیگر فرق کند ولی ساختمان اساسی اینها تمامشون پایریدین است همچنان پیرودکسین می تواند از نباتات به دست بیاریم ولی انوای این دیگه انواع ویتامین 6 اینها می تواند از منابع مختلف حیوانی به دست آورده می توانیم همچنان ایزونیازید یکی از دواهای توبرکولوز میباشد که ایزونیازید می تواند با پیرودوکسال فسفات یک 80 فیصد ویتامین B6 که در داخل حزیت است یعنی ما اگر ویتامین B6 میگیم و ای ویتامین B6 وقتی وظیفه اجرا میکند این شکل شما به نام شکل فعال بیولوژیکی یاد می کنیم که 80 فیصد ویتامین B6 که به شکل بیولوژیکی فعال است پیرودوکسال فاسفیت است و می تواند باقیماندهش باشد این اون که کیه که از دواهای توبرکلوز می باشد برای توبرکلوز مریضان که توبرکلوز دارد برای انها تجویز می شود این ایزو نیازید که دیفیشنسی یا کمبود ویتامین بیشش با وجود بیارد و ای هم به شکل که ایزو با ویتامین بیشش یا پایرودکسل فاسفیت یک مشتق می سازد پایرودکسل فاسفیت باز نمی تواند که به شکل بیولوژیکی فعال باشد وظیفه خود را انجام دهد و ای سبب ازی می شود که کمبود ویتامین B6 به وجود بیاد همین علت است که برای مریضانی که ایزونیازید برای تداوی توبرکلوزشان تجویز می شود همچنان با دواهای توبرکلوز ویتامین B6 هم باید تجویز شود مقدار نارمل اگر ما ویتامین B6 می گیریم کدام مشکلی به وجود نمی ولی اگر ویتامین b 6 در بازی از رفرنس ها 500 میلی گرام کده اضافه تر مثلا اگر روزانه ما از 500 میلی گرام زیادتر میگیریم میتواند که زهریتش به وجود بیارد در بازی از رفرنس ها تا دو الی 7 گرام ویتامین b 6 اگر روزانه میگیریم این سبب از این شده میتواند که امراض مختلفه به وجود بیارد یعنی اگر ما ویتامین B6 از مقدار نرمالش بیشتر میگیریم این سبب امراض مختلف میشود و همچنان منابع ویتامین B6 میتواند منابع نباتی باشد میتواند نباتی منابع حیوانی باشد و همچنان باکتری ها میتوانند اینها را بسازد مثلا باکتری هایی که در امعا موجود هستند آنها میتواند ویتامین B6 بسازد و از این منابع ما میتونیم که ویتامین B6 بدست میاریم اگر ما وظیفه ویتامین B6 را در داخل اوزیت در نظر بگیریم وظایف مختلف مهم را در داخل اوزیت پیش میبرند یکی از وظیفه عمده ویتامین B6 که ما گفتیم به شکل فعال بیولوژیکی که است پایرودکسل فاسفیت از به شکل در داخل اوزیت اگر ویتامین B6 موجود باشد این میتواند که وظیفه را اجرا کند و این شکل ویتامین b 6 برای انزیم های مختلفی بسیار مهم خصوصا انزیم هایی که در متابولیسم امینو ها رول دارند برای این انزیم ها به شکل کو انزیم عمل کنند مثلا انزیم ترانس امینیز یا انزیم دی یا انزیم دی امینیز که اینها انزیم های هستند که در متابولیسم امینو ها نقش مهمی را اجرا می کنند اگر ما بخوایم که درباره این انزیم ها بفهمیم ویدیو های درسی میتابولیزم پروتین ها هستند که ما میتونیم از او استفاده کنیم تا درباره وظایف انزیم های ترانس امینیز و دی و دی امینیز بفهمیم همچنان ویتامین ویتامین بی شش یا پایروداکسل فاسفین برای انزیم مثل فاسفورالیز هم به شکل کو عمل اجرا میکنند همچنان ویتامین B شش یا پایروداکسل فاسفین در انتقال پتاسیم وقتی از غشا انتقال میکند بیرون غشا یا بیرون حجره یا داخل حجره در انتقال پتاسیم هم پایروداکسل فاسفیت یا ویتامین B شش رول مهم را اجرا میکند همچنان وظیفه دیگه که بسیار مهم است در ساختن پرفایرین که برای هم ضرور است تا هم ساخته شد و بعد از او باید هموگلوبین ساخته شود خود حلقه پرفایرین وقت ساخته می شود برای ساخت پرفایرین هم ویتامین بی 6 یا پایرودکسل فاسفیت بسیار مهم است که ما می اگر بخواهیم که ساختنی تن را بفهمیم ویدیوهای درسی موجود است ما میتونیم از او استفاده کنیم همین علت است کسایی که ویتامین B6 را اندازه نرمال نمیگیرد یا در آنها کمبود ویتامین B6 دیده میشوند سبب از این می شود که انیمیا یا کمخونی در اینها دیده شوند به خاطر از اینکه وقتی پورفیرین ساخته نشود هم ساخته نمی شود وقتی هم ساخته شود هموگلوبین ساخته نمی شود وقتی هموگلوبین ساخته نشود کمخونی خود به خود به وجود می آید همین علت است که یک بازی از حالاتی که یا مریضایی که ویتامین B6 در آنها کم می شود سبب کمخونی شده می توانند همچنان ویتامین b 6 برای انزیم گلیکوژن فاسفورالیز که یکی از انزیم های مهم گلیکوژن می در ساختن و یا هم در متابولیزم گلیکوژن این انزیم هم برای فعالیت خود با یک ان کو انزیم ضرورت دارد که این کو برایش پایرودوکسال فاسفیت یا ویتامین b 6 می و همچنان یک وظیفه بسیار مهمی پایرودکسل فاسفیت این است که هورمون‌هایی هایی که آنها مثلا استروژن هستند یعنی هورمون هایی که آنها به شکلی عمل می کند که داخل حجره می شود و آخیزه هایشان داخل در داخل حجره یا در هسته و یا در سایتوپلازم است وقتی این هورمون ها با آخیزه های خود وصل می شود این کمپلکسی هورمون و آخیزه می رود بالای دی ان ای تاثیر می کند برای خلاص کردن عملی این هورمون ها یا برای نهی کردن عملی این هرمونها یا باراи ختم کردن سیگنلи این هرمونها به این شکل وظیفه اجرا میکуند کи نمیمоند بعدا ک یعن خود انهمی کمپلکسи هرمون و اخزی که بالایи d ان اa وصل است تا در d ان اa تغیرات به وجود بارد از این d ان اa را آزاد میسازد و به این شکل سبب ختم شدن یا سبب خلاص شدن سیگنال دهی هرمونها و آخیزه هایی که با هرمون ها کمپلیکس ساخته سببش می شود با این شکل اینها می تواند که در اکثر امراض خصوصا مثلا ویتامین b 6 وقتی کم می شود این هرمون هایی که آخیزه هایشان در داخلی حجره هستند در داخلی هسته یا سیتوپلازم هستند اینها سبب از این می شود که سیگنالش از نارمل کده زیادتر شود و می تواند امراض مختلف را به وجود بیارند ولی اگر پایرودکسل فا فاسفیت یا ویتامین بی 6 با مقدار نرمال موجود باشد اینها سیگنال این هورمون ها را نهی میکنند، ختم می کند و این سبب می شود که هورمون به شکل نارمل عمل کند همچنان برای انزایم های زیادی به شکل کوئنزایم عمل می کند که انزایم هایی که مهم هستند آنها انزایم هایی هستند که در متابولیسم امینو ها رول دارند تشکر است توجهتون